سلام یاران، خوش آمدید. امروز شرح حال مختصری از حکیم سنایی داریم و داستان شیرینی که باعث شد که حکیم سنایی از اینکه مدح و ثنای سلطان محمود رو میگفت دست بکشه و به راه دیگری بره. قبل از اون با هم نفس میگیریم، نفس‌های آرام، نفس‌های آهنگین، نفس‌هایی که بین دم و بازدم تعادل و هماهنگی هست. و با انجام نفس هامون از بالای سر، سر و صورت، گردن و شانه و سینه، همه بدن رو غرق آرامش میکنیم. به نفس ها ادامه بدید و از این موج آرامشی که در وجودتون برقراره لذت ببرید. در طول شعر لطف کنید، همچنان به نفس هاتون ادامه بدید. همون جور که خدمتتون گفتم، حکیم سنایی قبلن در مدح و ثنای امیران و پادشاهان می گفت. ولی اتفاقی افتاد که بعد از اون مسیر برگشت و به راه عشق و عرفان پای گذاشت. دولت شاه گوید سبب توبه حکیم سنایی، البته اینو باید بگم، توی تذکره بسیاری از بزرگان این داستان سنایی رو هم نوشتند که چرا از مدح و ثنای پادشاهان برگشت به طرف عشق و عرفان. و اینم باید یادآور بشم که سنایی قبل از عطار و جلال الدین بود، طوری که جلال الدین این یه بیت رو میخونم. گفته جلال الدین مولانا: عطار روح بود و سنایی دو چشم او. عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. ما از پی سنایی و عطار آمدیم. همچنان به نفس هاتون آگاه باشید. گویند انقلاب خاطر سنایی در سیر و سلوک و پیمودن عوالم معنوی را موجب مرد لایخوار بود. شرح آن را بدین گونه نوشتند: سبب توبه سنایی آن بود که در زمستانی که سلطان محمود جهت تسخیر بعضی از دیار کفر از غزنین بیرون رفته بود، سنایی در مدح او قصیدتی
در سلک نظم کشیده متوجه اردوی وی شد تا به عرض رساند. در مت سلطان چیزی نوشته بود و رفت که ببره به خدمت سلطان و که ببره به خدمت سلطان در اثناء راه به در گلخنی رسید، به یک گرمابه‌ای رسید که یکی از مجذوبان مشهور به لایخار ساقی خود را می گفت قدحی پر کن به کوری محمود سبکتکین. ساقی گفت محمود پادشاهی است مسلمان و به امر جهاد مشغولی می نماید. لایخار گفت مردکی است ناخشنود و آنچه در تحت حکم وی در آمده است ضبط نمی تواند کرد، می رود که مملکت دیگر بگیرد و آن قدح را در کشید، شراب بخورد. و باز با او گفت، به ساقی گفت قدحی دیگر پر کن به کوری سنایی شاعر. ساقی گفت سنایی مردی شاعر، فاضل، مقید، متقی، لطیف‌تر. لایخار گفت اگر وی از لطف طبع بهره ور بودی به کاری اشتغال نمودی که وی را به کار آمدی. گزافی چند در کاغذی نوشته که به هیچ کار نمی آید و نمی داند که او را برای چه کار آفریدن. سنایی از شنیدن این سخن متحیر شده از شراب غفلت هوشیار گشت و به سلوک مشغول شد. باعث تحول سنایی که از اینکه در مت پادشاهان شعر بگه متحول بشه و بعد در صفحه عاشقان و قلندران در بیاد و به عرفان روی بیاره به خاطر این اتفاقی که افتاده. یه شعر کوچکی ازش از تو کتاب تازیانه های سلوک مال نوشته محمد رضا شفیعی کدکنی براتون میخونم. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، دیده هم مال کنم بار جفای تو، نچشم ور بچشم باده ز دست تو چشم، نکشم ور بکشم طعنه برای تو کشم. گر خورم باده ز جوی کف دست تو خورم، ور کشم سرمه ز خاک کف پای تو کشم. جز هوا نسپارم آنگه که هوای تو کنم، جز وفا نشمارم آنگه که جفای تو کشم. بوی جان آیدم از لب چو حدیث تو کنم، بوی جان آیدم از لب چو حدیث تو کنم. شاخ از رویدم از دل که بلای تو کشم. جز هوا نسپرم آنگه که هوای تو کشم، جز هوا نسپرم آنگاه که هوای تو کنم، جز وفا نشمرم آنگه که جفای تو کشم. بوی جان آیدم از لب
چو حدیث تو کنم. بوی جان آیدم از لب چو حدیث تو کنم. شاخ از رویدم از دل که بلای تو کشم. به خدای ار تو به دین و خردم رأی کنی، هر دو را گوش گرفته به سرای تو کشم. خیلی قشنگ. ور تو با من به تن و جان و دلم صلح کنی، هر سه را رقص کنان پیش هوای تو کشم. من خود از سنت عشق تو سنایی شدم. من خود از سنت عشق تو سنایی شدم. کی توانم که خطی گرد سنای تو کشم. شاید از این شاعری که پیشوای عطار و جلال الدین بود، بتونیم اینسپایر بشیم، بتونیم برانگیخته بشیم که ما هم اگر در این مسیر، در مسیر عشق نیستیم و هنوز در گیر و دار زندگی مدح و ثنای دیگران رو میگیم و یا خوشحالیم از این که تلاش میکنیم که مدح و ثنای ما رو بگن، مسیرمون عوض کنیم و به مسیر عشق، آزادی، هماهنگی و تعادل بریم. خدا نگهدارتون.